سلام به عزیزانم، حال دلتون چطوره؟ با یه آموزش دیگر اومدم که یک قدمی دیگر پیش به جلو بریم با علوم غریبه. کسانی که واسه اولین بار دارن ویدیو ما رو تماشا میکنن سابسکرایب کنید. عزیزانم اونم کسی که از این آموزش خوشش اومد لایکش کنه یا و هر حرفی که دارید میتونید برام کامنت بگذارید. عزیزان من، این تلسم از سری تلسم های سفلی هست، تحسین دارد. بخوراتش هم بخور زاج و سلاله عمان و این تلسم کاری نداره به طبعتون. در اصل هم سوزوندن هست و هم درس، چون شما بایستی دو تا برگه از این بنویسید. دو تا برگه بنویسید، یکیش میسوزونید و یکیش دفنش میکنید. کاری هم نداریم به طبعتون، خدمتتون عرض کردم. و این ترس روزهای فرد ماه عربی، ببینید نه روزهای فرد هفته، فرق داره. روزهای فرد هفته با روزهای فرد ماه عربی فرق داره. روزهای فرد هفته مثل سه شنبه، یک شنبه، پنج شنبه، ولی روزهای فرد هر ماه یعنی یکم، سوم، پنجم، هفتم، اینجوریه. و خدمتتون عرض کنم که به این شکل شروع میشه. اینو از اینجا میارید، حالت این شکلی، خب، و یه حالت بلندتر میکشید اینو، آها، تا میاد اینجا، ولی این بلندتر باید باشه. خب از اینجا اینو میارید بدون اینکه اینا به هم بچسبن، میای تا جلوتر جلوتر جلوتر، اینجا میستید، اینجا اینجا این طرف، دو یک دو، ببینید دو کوچیک نمیشه بیشه. الان این چون ماجیکه من نمیتونم زیاد پهنه، اینجا یک، خب، و اینجا دو بزرگتر از اونه و چسبیده به خط و اینجا این حالت داره، این حالت داره به این شکل. الف نچسبیده، منتها لام چسبیده به این، به این خط، همینطور که میبینید. یه حرف می ممتد که میاد پایین تا آخر، بعد حرف طا، حرف طا رو می‌نویسید، بعد حرف ح. اینا همش رموز هستن. خیلی خوب، و این به این شکل میاد پایین 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 خط، یه تابی میخوره. اینا همشون از حروف سریانی هستن ها، که خیلی هاشون هم آموزش دادم بهتون و گفتم چی هستن. این حالت چار هست، ولی چار نیست، ببینید بلندتر از چار هست به این شکله. حالا من یکم خط کوتاه کشیدم، این از اینجا میاد یه دور میخوره و برمیگرده به اینجا. این از این میاد اینجا، این حالتش رو انجام میدید، حالت یه میگیره، بعد میاد بلند میاد ها، آها، تا اینجا. کار نداره مثلا بلندتر از این باشه یا کوتاه‌تر، نه کاری نداره. اینجا دو نو، یک بلندتر، یک کوتاه‌تر و سه تا یک هم اندازه اینجا میکشید، اینجا میکشید. البته به هم نچسبم، چون من دارم آموزش میدم بهتون میگم که بدونی جریانشون چیه. این اینجا یک بلند که قطع میکنه خطو، دو تا نو، اینم نو، چشمش بازه، این نوه. من الان چون با ماجیک اینجا دارم، این طی نیست عزیزان من، این طی نیست، فرق داره، این طی هست. و باید بلندتر بشه، بسیار خوب،
این بلندتره. نگاش کنید. اینم تا اینجا. البته اینجا هم یادم رفت. اینجا هم یادم رفت. این به این شکله و اما این یه تاپ میخوره اینجا و بعد میشه پایین. بسیار این تا اینجا رسم تلسممون اینه. کل تلسممون این شکله میمونه. شکل نوشتنش که براتون الان میویسم، بذار اینو پاک کنم و براتون بنویسم چی رو بنویسید. چون خیلی ها میگن باید برامون بنویسید که ما بدونیم جریان چی هست و چجوری نوشته میشه. خب مینویسید با سیاه براتون مینویسم با مشکی. مینویسید یا زعیم شراحیه یا زعیم، البته اشتباه شد. اینو هیچ وقت شما خط نکشید. اینو هیچ وقت خط نکشید. نقطه بذارید. نقطه. یا زعیم شرا هیا. خب شرا هیا. خب شرا هیا. من دستم بخوره به این. البته عادت دارم من به اینجور چیزا. یا حکیم یا غوی. يا حكيم يا غوي. خب يا غوي أريني. أريني بين إن جدرات منيسان أريني. أريني سحرك ومعجزتك. ومعجزتك. معجزتك. وانصرني. وانصرني على الظالم. اینجا اسمش می نویسید. فلان بن فلانه. فلان بن فلانه اسمش رو می نویسید. فلان بن فلانه. و خدمتتون هم عرض کردم که چه کار باید بکنید. بخورش هم بهتون گفتم. زاج. زار نه. زار خیلی گرونه. از بخور زار، زاج و سلاله عمان استفاده می کنید و به صورت دو برگه از این می‌نویسید، تاش می‌کنید و به یکی رو می‌سوزونید یک شب بعدش. چون اگه نوشتید روز بعدش، اگه سوزوندید، اگه سوزوندید اون دفنیه رو یک شب بعدش دفن کنید. اگه دفن کردید اون سوزوندنی رو شب بعد می‌سوزونید. و خدمتتون عرض کنم که عزیزان من، این یکی از تلسم های قدرتمند هست، از تلسم های سفلی هم هست. ببخشید، تلسم های سفلی یهودی. تلسم های سفلی یهودی فرق دارن، چون سفلی ها معمولا حتی یحیوی هم داریم. از تلسم های سفلی یحیوی هم دارن، ولی این سفلی یهودی فرق میکنه. سفلی یهودی مال باستانی های قدیم یونان بود که باشون سابعین و سابعی ها مندمج شده بودن و یه مدت با هم دیگه بودن که بعد اختلافاتی بینشون پیش اومد و هم دیگه رو ول کردن و هر کسی رفت سمره مسیر خودش. و امیدوارم این آموزش به خوبی و خوشی و ازش استفاده کنید و دعاگوی من باشید، چون من همیشه به یادتون هستم و به عشقتون هست که این ویدیوها رو میسازم. باور کنید نه چشم داشتی به چیزی دارم و نه طمعی به چیزی دارم. فقط بدونید که در قلب استاد برهانید.
دقیقا اینجا دوستتون دارم و خدا نگهدار.